سلام، این قسمت میخوایم بیت ترپمون رو ادامه بدیم که یک جورایی تقریبا میکس کارمون مونده. بیشتر کارها رو انجام دادیم. یک سری ریزه کاری ها هست که قبل میکس میام انجام میدم و بعدا میریم برای میکس این بیت. ریزه کاری ها منظورم حالا یه سری FX و کرش و سیمبل و اینجور چیز هاست که حالا سر شروع قسمت های مختلف مثل ورس، کورست یا آخر اینترو، آخر ورس، هر جایی که احساس کنید نیاز به یک تغییری هست یا حتی تغییر توی وکال قراره باشه، میتونیم بیایم از یک سری FX استفاده کنیم. خب این FX رو من اینجا استفاده میکنم. صداش رو کم میکنیم که بشینه توی بیت. بعدش یه دونه کرش میاریم. صدای اینم باز کم میکنیم. میتونید از کرش های مختلف حالا استفاده کنید. مثلا برای کورس رو از کرش دومی بذاریم یا سیمبل بذاریم، فرقی نداره، بستگی به چیزی که میخواید داره. یا ریورس کرش بذاریم به این صورت. خب بیایم این صداهایی که به میکسر نفرستادیم رو بفرستیم به میکسر. یه دونه اون سینت بیسه، یه دونه کیک دومی مونه و این یه سری سیمبل و کرش که اضافه کردیم. اینا رو هم میفرستم به میکسرم. کیک رو میاریم کنار کیک، 808 هم بیاریم کنار کیک ها، کلاب کنار اسنیر. اینا رو که مجبور نیستید انجام بدید، ولی خب اگر به ترتیب و منظم باشه خیلی راحت تر هستید. کاری که الان میکنیم لول بندیه. راجب لول بندی خیلی ها سوال میپرسن که چجوری لول بندی کنیم، قانون داره؟ ببینید لول بندی یه چیز نسبیه، یعنی شما باید بیاید صداها رو نسبت به هم دیگه لول بندی کنید. حالا برای اینکه بتونید نسبی لول بندی کنید، میاید یک صدایی رو به عنوان صدای پایتون در نظر میگیرید، لول اون رو تنظیم میکنید، بعدا صداهای دیگر رو نسبت به اون میاید لولاش رو میزان میکنید. هرچند ما داشتیم طی بیت زدنمون این کارها رو انجام میدادیم. اگر دقت کنید مثلا های هتمون رو اومدیم کم کردیم، اوپن هتمون رو کم کردیم، یه سری صداها رو اکولایزر کردیم مثل پیانو، فکر کنم اون بلی که داشتیم رو. اول من میام کیکم رو تنظیم میکنم.
دروبر الان منفی 8.5 منفی 9 هست لول کیکم. اگر این رو همین اندازه نگه داریم باید صداهای دیگرمون رو با توجه به این بیایم تنظیم کنیم. اون یکی کیکمونم اگر دقت کنید تقریبا همون اندازه هست لولش. برای این لول ها هم میتونید یک رفرنس ترک انتخاب کنید و ببینید که مثلا 8-8 نسبتش به کیک چقدره به صورت شنیداری یا حسی، همون جور که دارید گوش میکنید، با همون هدفونی که دارید یا با همون مانیتورینگی که دارید بیت خودتون رو میکس میکنید، بیاید یک آهنگ رفرنس انتخاب کنید و ببینید توی اون نسبت ها به چه صورت هست. ایتمون رو یک مقدار بیاییم سچوریشن بدیم، خیلی کم، ببینید بیت اگرسیف و خشنی نیست این بیت که بخوایم مثلا ایت رو بیاییم تا جایی که میشه دیستورت کنیم، یک مقدار کوچیک بهش سچوریشن میدیم. سولو میکنم بشنوید دقیقا. این الان مقدار خیلی زیادی هست. یک بار همین رو توی بیت گوش کنیم با صداهای دیگه. حالا بر میگردونم این ناب پریامپ و عقب تا جایی که احساس کنم صدام خوب هست. تا این قسمت ها خوب میشه یه اکولایزر بذاریم. این بیت الان تمومه، شاید نهایت بیام یک لاین ریورب هم درست کنم و سنت کنیم صدایی که میخواییم ریورب بخواد. میکس آنچنان پیچیده ای قرار نیست انجام بدید شما سر بیتتون، چون وقتی که این خونده بشه باز لاین به لاین میره دست خواننده، خواننده با وکالش میده به کسی که قراره میکس کنه.
اونجا یک مقدار حالا بیشتر میکس انجام میشه، ولی برای حالا دموی بیتو نمیدونم اینسترومنتال، حالا باز هم بعضی وقتا شما نیاز نیست بیاید 10 تا اسلات میکسرتون رو افکت بذارید، همیشه توی میکس هر افکتی خواستید باز کنید از خودتون این سوال رو بپرسید که دلیل استفاده از این افکت چیه، من برای چی دارم این افکت رو میذارم. اگر نتونستید جوابی براش پیدا کنید، یعنی اینکه نیازی به اون افکت ندارید. ریورب خود افل استفاده می کنم، درای رو می بندم، وت رو میارم حدود 100، دیکیمون رو یک مقدار کمتر می کنم، 1.2 ثانیه، 1.3 حدودا، یک مقدار ER یا ارلی رفلکشنمون رو زیاد می کنیم، یک کوچولو سایز، یک کم هم استریو. های هت رو میدم به ریورب، خیلی کم میاییم سند میکنیم. میبینید از اون حالت خشکی دیگه در میاد. اوپن هت هم یک مقدار ریورب میدیم. کلپ هم همینطور. میتونید دو تا لاین ریورب درست کنید، یعنی ریورب پیانو اون بل رو یک ریورب جداگانه بذارید و حالا تایمش میتونه با تایم ریورب درامی که دادیم متفاوت باشه. بذارید این کار رو انجام بدیم برای این دوتا. همین ریورب رو میارم، یک مقدار دیکیش رو میارم بالاتر، حالا 1.6 یا 1.8، استریوش هم بیشتر میکنم.
میتونم بگم تقریبا میکسمون تمومه، فقط بیایم این آخر که یه سینت بیس اضافه میشد اونم یه کنترل کنیم. چیزی که باید کنترل کنیم اینه که لول 8-8 تو قسمت هایی که 8-8 داریم با این سینت بیس تقریبا یه اندازه باشه، یعنی یه دفعه نیاد این آخر لو کار ما بیا دو برابر اینجا شه. این هم به همین راحتی کنترلش که حالا شما چند تا پترن ای تو ایتتون رو گوش کنید و ببینید لولش چقدره. خب ماکسیمومش منفی 9 بگیریم. میاییم حالا سینت بیس رو میبینیم این قسمت. اول از همه یک نویز ریز داره روش. اون نویز ریز رو با های کات یا لو پاس ببینید. اسم این فیلتر هم های کات هم لو پاس، جفتش یک نوع فیلتر هست. حالا توی اکولایزر فف فیلتر بهش میگه های کات، توی اکولایزر های دیگه میگه لو پاس. یک کوچولو هم از این لو کم میکنم. کاری که میکنم اینه، میام یه لیمیتر این آخر این میذارم، سل رو میذارم روی منفی 9 و یه کوچولو بهش گین میدم. این رو میذاریم منفی 9. اتکمون رو زیاد میکنیم چون بیس هستش و اگه اتک رو کم کنید یک صدای خرخر میده، یک صدای دیستورتی میده. فکر کنم الان خوب باشه، از منفی 9 هم عبور نمی کنیم. یک بار گوش کنیم. برای مستر کار ببینید، کاریو که خودمون میکس کردیم دیگه مسترش آنچنان پیچیده نمیشه. شما نهایت یه اکولایزر، یه لیمیتر، یه سچوریشن بخواید برای کل کار. تازه باز اینی که میگم نهایت، خیلی وقتا من خودم فقط یک لیمیتر استفاده میکنم.
ببینید میتونید یک کمپرسور هم بذارید، میایم توی پریست مسترش، ترشهولدمون رو یک مقدار میاریم بالاتر. خب این هم میشه برای مستر کار ما. لودنسش رو خواستید ببینید، میتونید بیایید از WLM پلاس پک ویو استفاده کنید و حالا LUFS بیتتون رو ببینید. اگر خیلی کم بود، یعنی مثلا دوروبر منفی 15 منفی 16 بود، میتونید بیایید یک مقدار بیشتر کمپرس کنید. بیایم این رو گوش کنیم ببینیم چنده. ببینید لانگ ترم ما منفی 11 شد که عدد
پایینی نیست، بالا هم نیست، یعنی یه چیز نرماله. گفتم اگر بخوایم بیشتر بیاریم یک مقدار میتونیم بیایم تنظیمات کمپرسورمون و لیمیترمون رو تغییر بدیم. ولی خب الان ما اینجا یک موزیکی داریم که هم داینامیک داره هم لودنس تقریبا مناسبی داره. آهنگ هایی که از اسپاتیفای، ساوند کلود، یوتیوب میوزیک و گوگل میوزیک اینجور جاها استریم میشن، لودنسشون دورور منفی 12، منفی 13، منفی 14 این حدوداست. حالا برای هر پلتفرم یک مقدار بالا و پایین میشه، مثلا اسپاتیفای منفی 11، منفی 12 میتونه باشه، یوتیوب یکم بره پایین تر بیاد منفی 14 بشه. اینها رو توی خود توضیحاتی که سایت های موزیک یا پلتفرم های موزیک دادن میتونید ببینید و بخونید. و حالا یه سری چارت هم هست که نوشته. پس من نمیخوام الان دیگه این رو تغییر بدم. این رو الان میتونید بیاید سیف کنید، خروجی لاین به لاین بگیرید. پروژه رو که میایم یک نیو ورژن سیف میکنیم. همیشه یک ورژن جدیدتر سیف کنید که اگر یک وقتی از این میکس و مستر خوشتون در اومد برگردید به مرحله قبلی و یک میکس و مستر جدید بزنید. نیازی نباشه هی بیایید پلاگین پاک کنید و دوباره هی از این ور شروع کنید. برای اکسپورت هم که ببینید MP3 اینجا میتونیم اکسپورت بگیریم. میاد پوشه رو مشخص میکنه و حالا اگر سیو بزنید کیفیتش رو 320 باشه، 128 باشه. میاییم انتخاب میکنیم و استارت میکنیم. برای لاین بلاین یا خروجی ویف هم بخوایم بگیریم، میاییم روی ویف، دوباره سیف، 16 بیت باشه، 24 بیت باشه، 32 بیت فلوت باشه، میتونید اینجا مشخص کنید. معمولا 16 بیت استفاده میکنن معمولا، مگر اینکه حالا بهتون بگن که حتما 24 بیت بفرستید. بعد دیترینگ رو اگر داخل میکسرتون توی پلاگینی روشن نیست اینجا میایید روشن میکنید. اسپلیت میکسر ترک رو میزنیم برای لاین به لاین. این لاین به لاینی که میگیم لاین های میکسر رو دونه دونه به شما ویف میده. حتی مثلا این ریورب رو جداگانه یک لاین ویف میده، این ریورب رو جداگانه میده، لاین مستر رو جداگانه میده. یعنی شما یک لاین مستر ویو دارید که همه اینا هست با افکتاش، با افکتای مستر که میتونید از همون به عنوان خروجی ویو هم استفاده کنید. یه زیپ لوپ پکیج داریم اینجا. زیپ لوپ پکیج به این صورته که شما تمام سمپل های درامتون با حالا سمپل های صوتی دیگه که استفاده کردید به اضافه پروژه میاد توی یک فایل سیف میشه، یک فایل زیپ. این خیلی به درد میخوره پروژه هاتون رو اینجوری سیف کنید، برای اینکه شاید یک سال دیگه شما دیگه این درام کیت ها رو نداشته باشید یا سیستمتون رو عوض کنید و یه سری از این سمپل های درام رو نداشته باشید و بعدا برمیگردید به این پروژه و میبینید که نصف درام ها نیست و حالا دوباره همون رو پیدا کردن یا یه چی مشابهش رو پیدا کردن کار سختیه. پس زیپ لوپ پکیج هم در نظر داشته باشید که ازش استفاده کنید. صوتی کردن اینها هم بد نیست. بیایم صوتی کنیم لاین ها رو مثلا به این صورت قبل از میکس و مستر را. الان ما میکس و مستر کردیم دیگه به دردمون نمیخوره زیاد صوتیش. هرچند میتونید صوتی کنید و پروژه رو یک زیپ لوپ پکیج با اون صوتی ها هم بگیرید که اگر مثلا یک سال دیگه VST نکسوزی نداشتید حداقل این لاین ها رو به صورت صوتی داشته باشید. خب این آموزش تموم شد. آموزش تقریبا طولانی شد. سعی کردم به اکثر چیزهایی که نیازه اشاره کنم. یک آموزش جداگانه حالا راجع به تئوری
راجب پلاگین گلیچ، گروس بیت و افکت ریکس میذاریم. فعلا خدا نگهدار.